جلسه در کنگره آمریکا که دنیا رو شوکه کرد. موضوع جلسه آدم فضایی ها. در جلسه که بیشتر شبیه صحنه ای از یک فیلم علمی تخیلی بود، برای نخستین بار شاهدانی برابر نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفتند و درباره موضوع جنجالی برخورد با موجودات فضایی بیگانه صحبت کردند. ستاره این جلسه افسر اطلاعاتی پیشین بود. با ادعایی که دولت آمریکا سفینه دست نخورده موجودات فضایی بیگانه را در اختیار دارد، جنجال زیادی به پا کرد. وقتی از او پرسیده شد که آیا همکارانش توسط فرازمینی‌ها آسیب دیدند، پاسخ داد: من چندین همکار می‌شناسم که آسیب فیزیکی دیدند و فعالیتی که من و همسرم شاهدش بودیم آزاردهنده و ناراحت کننده بود. این بحث چنان داغ شده که ناسا نیز بودجه‌ای را به شکل رسمی برای تحقیق و بررسی این پدیده‌های عجیب و ناشناس در نظر گرفته. البته پنتاگون ادعاهای اون افسر اطلاعاتی درباره لاپوشانی و پنهانکاری را رد کرده. پنتاگون در بیانیه اعلام کرده هیچ اطلاعات قابل تاییدی برای اثبات ادعای مبنی بر اینکه برنامه‌هایی در مورد اختیار داشتن یا مهندسی معکوس بشقاب پرنده‌ها در گذشته یا در حال حاضر کشف نکرده‌اند. عضو سابقی از نیروی دریایی نیز در این جلسه بود که مدعی شده در یک پرواز تمرینی در سال 2004 با یک شیء عجیب در آسمان برخورد داشته. نیویورک تایمز چند سال پیش با انتشار تصاویری از این رویارویی جنجال زیادی به پا کرد. یک خلبان بازنشسته نیروی دریایی هم در این جلسه ادعا کرد که حداقل برای چندین سال هر روز اشیای ناشناس پرنده را در سواحل اقیانوس اطلس مشاهده می‌کرده. همانطور که سالهاست شاهد تئوری‌های مختلف از مخفی‌کاری‌های ناسا و دولت آمریکا هستیم، زمزمه‌هایی از منطقه مخفی در آمریکا با عنوان 51 به گوش می‌رسید. ظاهراً بیشتر تئوری‌ها درست بوده و به زودی شاهد اتفاقات عجیبی در دنیا خواهیم بود. باید دید آیا فضایی‌ها همانند فیلم و سریال‌ها قصد حمله به زمین را خواهند داشت یا اونقدر قدرتمند نیستند که تهدیدی برای زمین باشند. نظر شما چیه؟ به نظر شما فضایی‌ها وجود دارن یا همه اینها یک فریب بزرگ است؟ عزیزان، با دنبال کردن چنل یوتیوبمون بهمون انرژی بدین تا بیشتر و قدرتمندتر فعالیت کنیم. اگه دنبال رفرنس‌های بیشتر درباره جریان فضایی‌ها بودین، حتما کانال تلگراممون رو دنبال کنید.